سابولیک، خیلی خیلی خوش اومدیم به چنل یوتیوب من. اسم من پاشاه و امروز برای بچه های قدیمی که خاطرات دوستای منو از من شنیدن و تلگرام هم دنبال کردن یه مهمون داریم که همون قدی که دلم میخواد سر به تنش نباشه همون قد دوستش دارم، یکی از دوستای خیلی قدیمیم، امیر دهقان. یه توقف کوتاه تو استانبول داره که بعد بره قبرس دوباره. بعد منم دوستام از این فرصت کوتاه استفاده کنم تو همین توقفی که داره یه ویدیو بگیرم، بذار خاطره ماتره بگیم، بخندیم دور هم دیگه. قبلش یادتون باشه که حتما چنل من رو سابسکرایب کرده باشین و اگه با ویدیو مال کردین لایک و کامنت فراموش نشه. بدون هیچ توضیح اضافه دیگه ای بریم با هم توی ماشین. شوخی بد دیگه حالا نمیشه فکرش. آقا ولی من با هیچکی انقدر شوخی بد ندارم. جدی ندارم. یعنی واقعا با هیچکی شوخی بد بهت میگم. یعنی خیلی بد. این یه بار خونش نشسته بودیم و اینا داشت پوکر بازی میکردیم، بعد من خیلی باخته بودم. اون موقع ببین درهم اون موقع چند بود؟ من اون موقع فکر کنم 2000 درهم، 1000 2-3 هزار درهم زیر بودم راه. آره 2000 درهم سه سال پیش من با این خیلی سنگینی بودم و اینا. بعد گفتم حاجی من این همه زیرم، این احتمالاً دلش میسوزه، مثلا بلوف ملوف نمیزنه دیگه. جدی به میرفتم، یعنی هرچی پول داشتم میباختم. دست من یه دست ازش بهتر تو کل پوکر میتونست ببره. من تو رو گیرت آورده بودم. بعد تو ذهنم این بود فوقش میبازه بهش میدم، ولی دست قشنگی چون از اول با 4-2 آفسود اومدم تو، همه رو انداختم بیرون، تو عین گاو کال میکردی. آقا من یهو برگشتم بهش گفتم، بعد یه دیالوگ کثافت داره میگه آقا توصیه نمیشه. بعد من بهش گفتم امیر جان توصیه میشه، خیلی زیرم داداش دارم دیگه، هر لفظی بود میگفتم. میدونی قشنگه داری دستمو نگاه کرد، یه نگاه کردم بهش، یه سری تکونم توصیه نمیشه. بعد یه ساعت تو فکر بود اینو گفت بدتر شد. گفتم چون ببین این که دروغ نمیگه که داداش رفیقشم، خب نمیخوایم مثلا هم بذاریم. میدونی چی بهت میگم؟ یه لحظه یه فکر اومد تو ذهنم، گفتم بازم مثلا از کیارش قرض میگیرم، حالا خودش هم شاید بهش بگم مثلا یه ذره دیگه پولشو بهش بدم، اینا ولش کن کال. کال کردم رنگش پرید. بعد گفت کال، گفتم که حالا کال چی رنگی رو اصلا؟ گفت نه هیچی نیست. اینو گفت برگشتم بهش گفتم امیر دهقان کمکم کن، کمکم کن. رنگش فرید، همه من رو نگاه میکردن. حاجی پاشو فوش داد. کیارش یه زلی زد به من اینجوری نگاه کرد. حاجی پشمام یه چیزی بگم، حالا اونو میذارم اونجا، ولی صدا تازه از اینجا الان ریکورد میشه. این همه مدت این ریکورد نمیکرد. تو اصلا چی شد منو شناختی؟ من بار اول نمیشناختم. خونه من بیرپان بار اول هیشکی رو نمیشناختم. خونه من بیرپانک بود و همه یکی رو با خودشون می آوردن دیگه. بعد بیرپانک یه مهمونی پولی بود، یکی از دوستای بیزنسی ما محمود اومده بود، یه رای برای تون کردن مردم پیدا کرده بود، مهمونی را می داخت. مثلا جینی که باطلش 4 درهم بود می داد به مردم، خب خیلی خوب سود می زاشتیم. ما هم آقا 14-15 سالمون بود، مثلا هر مهمونی یه 1000 درهم میذاشت، مثلا 1000 درهمه بین 5 نفر پخش میشد، نفر 200 درهم بهشون میرسید. بچه ها اگه نمیدونید اینجا عین سونا شد. یعنی من هر چی آبجا خورده بودم داره از پوستم بیاد بیرون. ببین اینو جدی بذارینم یه ذره فکر کنم تاثیر اوکیه. این اصلا باد نمیزنه. چرا داره میزنه؟ خب اینو ببن. اونو بزن سمت خوده. 5 minutes later. قشنگ ردیف شد بابا، ماشین فول امکاناته. بعد پاشا اومد و اون موقع هر کی نمیدونه بره عکس LMFAO سال 2011 رو ببینه، قشنگ میتونه متوجه بشه پاشا چه شکلی بوده، چون قیافش هم قشنگه. اومد خونه منو آهنگ LMFAO هم گذاشت، رفت اون وسط اینجوری اینجوری رقصید. اومد
چیه کیاش چی آوردی یارو دست جعبه مهمونی رو به هم گذشت ما یه جمعی بودیم یه شب 6 تا پسر 6 تا دختر ایران زمین مارینا نشسته بودیم. کیارش استاد ایده های فریکیه که یه هو جمع و تکون میده. کیارش گفت بریم جزیرت الحمرها. گفتم جزیرت الحمرها چیه؟ توضیح دادم. گفتم آقا پاشیم بریم. من اون موقع ماشین نداشتم چون گواهی نامه نداشتم و قشنگ یادمه پاشو گفت بابا من به همون کیارش گفت من به همون دوستم پاشو هم بگم. ما همه اینجوری بودیم که خوال بگو دیگه ماشین نداریم بگو بیاد. کیارش یه برنامه ریخته بود که خودش و پاشا بشینن دو تا از دخترها یشین یکی از بچه‌ها که وانت آورد یادته وای همین دقیقاً بگو وانت Viewer discretion is advised. پاشام اومد حاجی انقدر افرو داشت سقف موستانگ پایین. حاجی آخه سیستم میدونی چی بود؟ افروش اینجوری فشار داده شده بود. تو یه عکسام پشت وانت نشستی. پسرا میخواستن جلو دوست دختراشون یا اونایی که داشتن باش تیپ زنی مثلا قپی بیان که ما که مثلا دوستمون هم نیست بابا میریم میگیم میخندیم مثلا کو جن چیه فلان و اینا. پس اون یکی لکسوزش رو آورد یکی نمیدونم یه ماشین دیگه دو تا ماشین اومدن بعد یکی اونم ماشینش مثلا ماشین من بود اومد اون میخواست ببینه آره. جایی من گیر کردم نیاد پشت تو می یه وانت هم بود خب که این وانته جلوتر میرفت ما هم این ببین انگار می‌خواستیم بریم مثلا فتح کنیم یه جا رو بچه‌ رفتیم بعد مثلا وسط رو ببین دقیقاً یه همچین سیسی هم بود دیگه یه اتوبان اینجوری بود یهو یکی زد بغل ما رفتیم جلو زنگ زدیم حاجی چی شد راننده گفت چیز دوست دختر من یه مقدار مثلا حالت ناجوری بهش دست داده ما اگه چیز میشه نریم اینا گفتم بابا خیلی خب تو اصلا مال این کار نیستی دور زد رفت یه ذره رفتیم جلوتر 5 تا ماشین آره بودیم دو تا مثل من یعنی دو تا ما بودیم یه دونه وانت بود دو تا دیگه بودیم آره. یکی همون اول جا زد یکی یه ذره جلوتر گفت من فکر کنم ماشینم پنچر شده فکر کنم اونم جا زد اونی که مثل من بود اومد تا دم اونجا یهو گفت من فردا صبح امتحان دارم رسیدیم اونجا ما یه موستانگ قرمز بودیم و یه وانت اونم آبی سفید بود یادم 4 تا پسر دو تا دختر ولی نه خارج از این یادمه من خودم ترسیدم واقعا بعد اینم الکی مثلا جواب اینو داد من عربی بلدم صحبت کنم بو بارش نی بعد گفت من برم اونجا شروع کرد با یکی صحبت کرد و اینا لابلای صحبت یارو یه جینی گفت خب اصلا شاید مثلا میخواست بگه جین چیه مثلا منطقه این بود که تو میرفتی و یه جا میرسیدی یه تابلو بود که دولت امارات زده بود که از این تابلو به بعد مسئولیت جونت با خودته آره اونجا منو پاشا کانکت شد آره اونجا دقیقاً رفاقتم و اینا اونجا شروع شد این اشتباه بزرگ من اونجا مرتکب شدم یه داستانی که داشت این بود که امیر دهقان یه سری ویدیوهای عجیب تو هارد من داره یه دونه که بود اینه که تو افتادی روی یه تخت ببین اینو تصور کن مرده اشتباه بالا سرش چرا که خب بگو چرا حاجی دقیقاً مشروب خب 20 نفر آدم بعد دوبه مشروب چیز گرونیه رفتیم یه جایی که بده. ما 20 نفر آدم نفری 500 درهم گذاشتیم رفتیم دو تا اتاق توی یه هتلی بریکسوس رسول خیمه آره. گرفتیم که آل اینکلوسیو بود من همیشه مثال زدم میگم اون دقیقه این هنگوور بود فیلم هنگوور یعنی فقط صبحش مثلا ببر مایک تایسون نیومد تو خونمون خب اصلا یه صبح بیدار میشدی یا پات میافتاد تو آب یا میدی دریا چه شده 37 شات تکیلا میدونی یعنی چی؟ دو تا باطله بکنم خیلی هست فیلم رو بذار فیلم از این هست که اون فیلمو واقعا نشون بدی فکر کنم همه اگه مثلا سربازی مربازی مشکل داشته باشن معاف میشن کارت قرمزی همه خودم اصلا و من یادمه مثلا انقدر مست بودیم که من خواب پا شدم یکی از بچه ها نمیدونست دیگه چجوری روم کرم بریزه سینا پامو گاز گرفت تو چرا باید تو مستی وقتی دوست دخترت تو یکی اتاق پای پشمال به منو گاز بگیری و برو اونو گاز بگیر به من چی کار داری ولی حاجی من ببین الان داریم من میریم میرسیم فرودگاه خیلی نمیتونیم خاطرهای مختلف بگیم دو تا چیزی که خیلی یادم مونده خیلی سرش واقعا اگه به خودت هم فوش دادم مطمئن باش ده برابرشو تو دلم بهت فوش دادم آقا ما یه بار رفتیم قبرس کازینو رو نمیخوام بگم اونو دیگه 100,000 بار گفتیم یه روز صبح به من برگشت گفتش بعد من اون دوره خیلی افتاده بودم رژیم و تغذیه و اینا
گفتش که فردا دیگه مثلا باشگاه رو با هم میریم. بعد این فاز رمبو ممبو هم گرفته بود، مثلا راکی و اینا که مثلا میرفت توی خرابه تمرین میکرد، مثلا پوتکو میگرفت. پشت پردش بگو بچه ها، من 10 سال پیش دو برابر اینی که بودم الان میبینیدم، 140 کیلو بودم. کاری نداریم ولی کنگل بودی. کنگل لاغرم کنی یه درست برو، انگار رفته بود سربازی. از اینجا بود که مثلا یه سوله بود که فقط چهار تا دمبل داشت. مربی شاجی قشنگ فاز مربی راکی بود، سوار ماشین میشد لابلای سوله های قبرس میرفت این پشتش با وزنه میدوید. ولی حالا کاری نمیدونم، میخواستم بگم بهش گفتم منم هستم مثلا ورزش و اینا، گفتش فردا بسپر به من عشق حال. حالا من یه گوی خوردم، من مثلا مسافرت اومدم. اینو بگم، از فرودگاه که رسیدیم عجله دونه سوپرمارکت داشتیم رد میشدیم، ازش پرسیدم امیر دهقان داری دست رو دل مریم بزن داری چیزی هست تو یخچالت اوکیه؟ مثلا من باید هر شب مثلا قبل خواب سی بخورم گشنه نخوابم، صبحم باید قطعا صبحونه بخورم. من تو همون فاز رمبوی بودم که همه چیزو باید فرش این اصلا بخورم. فوتوسنتز اصلا غذا نمیخور. من نمیدونم چجوری ورزش میکرد. بعد گو آره هستش و اینا، گفتم باشه لابد هست دیگه. حالا رفتیم باورتونه کلا دوتا تخم مرغ بود که اصلا 6 7 ماه بود تاریخش گذشته بود، یعنی وامی کردی جوجه اینجوری نگاهت میکرد چی فاز چیه بعد 6 ماه اومدی چی میگی؟ بعد دو سه تا مثلا خیار و گوجه و اینا هم بود که دیگه لابلا آبجو هم بودن. آبجو برات خریده بود، آبجو گرفته بودی. آره خیار و گوجه هم که اصلا لای کپک داشت زندگی مثلا وضعی بود. این بگذاریم، صبح منو بیدار کرده، صبح باور کن 6:30 صبح، دروغ نمیگم 3 صبح رسید. قشنگ واقعا 2 ساعت و نیم خوابیده بودم، منو بیدار کرده، خودش هم کامل پوشیده، پروتئینش رو ریخته، مثلا همه چی آماده کرده گذاشته، پاشا بریم. کجا؟ مارتیک منتظر کی بود؟ یتکی منتظره. گفتم که منتظره ساعت 6:30 من میام کجا تمرین کنم؟ من دیت نمیرم با کسی که کراش دارم ساعت 6:30. رفتیم دیم همون دو تا تخم مرغ رو وا کرد از جوجه تو این حال نشست. بعد پوله پاشا میخواست دوش بگیره، من قشنگ یادم راست میگه قبرس، قبرس شمالی یه شکلی کشوریه که خب زیاد امکانات توش وجود نداره، آب گرم در حد 15 دقیقه داری، آبم باید بخری. من یادم رفته با قبل از اینکه پاشا بیاد آب بخرم، من قشنگ یادم پاشا رفت زیر دوش شامپو رو زد کف کرد، هم آب گرم قد شد گوی آب سرده، بعد ده دقیقه گفت آقا آب نداری. حالا تو فکر کن فرداش چیکار کرد با من؟ گفتش که پاشا یه جای تاریخی خفن، قلعه مثلا عجیب غریبه، هر کی میاد قبرس میره اینو میبینه. خفن که بود، خب ادامش جالبه. گفتم که خب خیلی خب بریم مثلا اوکی و اینا، عکس مکس هم میگیریم باحاله. صبح که خواستیم بریم بهش گفتم امیر دقیقا من جاکت هم یادم رفت بیارم، برم بیارم. گفت نمیخواد بابا بیا اوکیه. بعد چی تنم بود؟ دو بنده. از این حالت ها بود که فقط یه خط میاد اینجوری نوکه سینه تو میگیره. بعد ازش پرسیدم گفت این اوکیه مشکلی نداره، بیا اونجا هوا میزونه و الان کدوم مثلا احمق یه چیز میکنه. حاجی منفی 20 درجه بود، من با دمپایی شلوار کوتاه با اون دو بندهه رفته بودم، بعد این شبیه اسکیمو ها لباس پوشیده بود. قصد کردم میگه از قصد کردم حاجی چی هستی تو حاجی اینو باید بریم تو چی رو بری تو همینه. آقا من و پاشا خیلی با هم اوکی بودیم یه مدتی تو دبی، خیلی دیگه با هم اوکی. من چند تا دوستای دخترمون داشتم میومدن ایران و داشتم میومدن دبی، و با اینا یه دختری داشت میومد که خیلی با کمالات بود، تولد یکی از دوستامون بود، دوست صمیمی این خانم با کمالات بود که اینم داشت میومد. واقعا زیبا بود دخترها، جدی شوخی نمی کنم، واقعا زیبا بود. واقعا اصلا که هرکی ببیندش فکر نمی کنه ایرانیه. آره اصلا یه چیز عجیبیه، یه چیز عجیبیه. یکم حالا هم بد شده بود، یکی از دوستامون قیه اومد که من بزرگتر اشتباه زندگی با کردم، واقعا بزرگتر اشتباه زندگی بود که امشب اون شب با اون اوکی شدم با دست شکست. بعد من فکر کردم پاشا با یارو حرف زده، یارو ریجکتش کرده فلان بیسار. اون شب که اصلا ما نفهمیدیم چجوری رسیدیم خونه، واقعا نفهمیدیم چجوری رسیدیم. پاش درست داریم میریم؟ نه ما داریم میریم توی حاجی تو اینو زدی اون با نرون تو میدونم
باشه ما داریم میریم تو باند. این ورودی بانده. نه آجی عجب خریه. وایسا این میفته اونو نگه داشته. وایسا دقیقه بیا بچه اومدیم با ورودی بانده فرودگاه استانبول. اوخ اوخ آجی اینو بگی الان اینو گیر ندم. بده من بگی 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 این قطع نشه فقط قطع نشه هر. اوکی دیدی گیر داد آقا گرفتنم بگی اینو وای چه خنده داره. قد نکنی قد نکنی قد نکنی قد نکنی قد نکنی. مرحبا مرحبا یه عرشت این بگیج اچیدم تمام باشی من تو توالت آزی هم به این آدم ضربه میزنم. تو فقط برای من ضرری امیر دهقان. پلیس تا حالا تو استانبول جلو منو نگرفته بود. یزید تو وسط بونده بود. بعد من اینم پاشا گفاشو بریم تو آسانسوری که داشتیم من پایم اینجور نگاه میکرد و اینا یه لنسر هم داشت یادش بخیر. اوه یادش بخیر. بعد رفتیم و سوا شدیم رفتیم خونه پاشا و تو آسانسور خوابید و پاشد و رفتیم خوابیدیم و صبحش پاشا پاشد. حالا این خاطره خیلی ادامه داره. من برگشتم بهش گفتم دیوانه تو چه دیشب هیچ کار نکردی بابا یارو دیگه داره باید میرخصه حداقل یه چیزی بگو. طرف باید بیاد پاشا نه بیاره پیشنهاد من نباید پیشنهاد دادم. بعد عکس ها رو فرستادم من دیدم پاشا با یارو عکس هم داره تو عکس دستشو اینجا یارو اون آخه سیستم ده. میدونی سیستم این بودش که ما با هم مشروب بخوریم جفتمون مست شیم که خوش بگذره. من حواسم نبود من بیشتر از اون این خاطره کجاش با نمک تلخ میشه. ما قرار بود صبح با اینا بریم صبونه بخوریم من با قیه پاشا با این که با این کاری که پاشا کرد نشد. یکی از دوستان پاشا به اسم این جه زنگ زد به پاشا که پاشا کجایی و بریم یه کاری بکنیم و بریم یه حکمی بازی کنیم. منم به یکی از دوستام گفتم رفتیم ایران زمین حکم بازی کردیم قیدون کشیدیم و این دیگه اوج فام بود تو دوباره رفتیم این کارو کردیم و اینا. شب که اومدیم بریم من گفتم امشب هم خونه پاشا میمونم. ما رو خونه پاشا بعد فیلمشو ببینید که ما چه جوری همتون کلا 20 متر بودیم رفتیم خونه پاشا و نگو این آقا کلا از کمبود جا زرج می بود. این پول نداشت هموم هم نرفته منطقه نکته این بود که حالا من هموم رفته بودم ولی منم پول نداشتم. یعنی تو بد موقعی به من خورده بود. من خودم دنبال یکی بودم پول خرجم کنه چون زرت و زرت دهیم هی هم میباختم حاجی من تو پوکرسه. یه دوره خیلی بدی بود آقا ما شب رفتیم خونه پاشا من پاشا رو تختش دراز کشیده بودیم و هی اینجوری میکرم میگفتم خدا یه بوده بو فازلاب میداد. فازلاب هم نبود لامصب. ببین مثلا فکر کن نون که کپک میزنه و فکر کن روی نونه مثلا کباب و پیاز هم باشه اینا همه با هم کپک. بعد ایرب یه جوری خوابیده بود که پاهاش به سمت من و پاشا بود کلش وای وای راست میگه. بعد پاشا زد به من گفت من نفهمیدم بودم بوی این بیچاره. گفتم چته؟ گفتم بوی اینه. گفتم جدی میگی؟ من دیگه اینو که فهمیدم واقعا حالم بد شد چون فکر کنم مثلا صبح قراره با دو تا داف اسمی بری صبحونه بخوری بوی پای با بوی پای این داره تموم میشه. بعد من قشنگ یادمه قشنگ این قضیه رو ای بابا دوباره نگرم اون داشتن باشی قیافه تو غلط اندازه. برو اونجا رو برو جنو میگه برو اونجا. خسته کننده شده دیگه. ماسک سین تاک تاو ماسک چی میگه؟ میگه ماسک رو خسته کن. حاجی اینا اعصاب ندارن تمام دوام میده بیستینیست تاو چی میگه؟
میگه دوام ادبلیر سینیز، یعنی میتونی ادامه بدی به مسیر. دیپارچر دیپارچر دهنت آجی باورم نمیشه دو بار پلیس جلومونو گرفت. من این مسیره رو ببین دنبال واقعا 7 بار اومدم دنبال اینو، اون توی حالا 1 بار جلومونو نگرفته بودن، بعد قبلش هم جلومونو گرفتن. دوستون نحسی برو برو سری. ولی کلن الان رسیدیم دیگه، دیگه نمیشه خاطره. دو تا خاطره عجیب داشتم، دو تا خاطره عجیب ازت داشتم. برو بیا باید بگیریم. نمیگم چون فکر اولیه که بلم زنمه، ولی با حاله دیگه. کلن میم رفاقت من جنسش با این چیزی که با امیر دقیقانم با هیچ چیز عجیبیه. رفاقت من اینو جلو دوربین میگم که ثبت بشه، رفاقت با پاشا واقعا تو رفاقت با پاشا بهت خوش میگذره. یعنی تو بهم. یه رفیق مثل پاشا داشته باشی پیر نمیشی بابا. عشق منی همه چی رو شست بچه، من هر چی راجبش گفتم غلط کردم. اینو گفت شرمندش هم جلو دوربین، ولی دیدی یارو پروه، ولی تو همچنان آدم پاشا. با اینجا کتواک کجا میخوای بری؟ بیا پیاده شو دیگه. همون پاش پیاده کن، همینجا پیاده شو، مسافر داریم. ای خدا یه سریا رو یه جور عجیبی آفرید. چرا منو عجیب آفریده؟ آره منم دوستت دارم. زیر سیمیلی حرفش هم میزنه. عزیزم رسیدیم از دم چیز تا اینجا تو بال شد. فرودگاه هم افتاد تو تصویر. واقعا خب اینم از این اف ای. یعنی دیگه تو ویدیو هم دیدین چقدر این آدم میتونه بد شانسی بیاره برای من، ولی تهش واقعا دوستش دارم، خیلی حال میده باش کلن وقت گذروندن و اینا. تصمیم دارم که یه سری ویدیوها درست کنم با یه سری دوستای قدیمیم که یه سری خاطره های عجیب غریب با هم دیگه داریم. فکر کنم بامزه باشه چون همه خاطره ها رو شاید یه طرفه شنیدین، یه سری ها هم نشنیدین. اینجوری میتونم با دوستام صحبت کنم، شاید برای شما بامزه باشه. حتما برام بنویسین اگه حال میکنین. خلاصه اگه بار اولتون ویدیو منو میبینین یا کانال منو سابسکرایب نکردین، همین الان این کار رو انجام بدین. و اگه با ویدیو عمل کردین لایک و کامنت یادتون نه. تا ویدیو بعدی فعلا دافس. خب بریم سراغ قرعه کشی هدفون. من این لینک رو کپی میکنم توی این وبسایت همیشگی پیستش میکنم، ریپلای آف میکنم که کسایی که کامنت گذاشتن زیر یه کامنت دیگه حساب نشن، داپلیکیت هم آن میکنم که اگه چند بار کامنت گذاشتن شانسشون بیشتر بشه و حساب بشن. خب کسرا ای نوشته پاشا حرف نداری به مولا، دمت گرم. آیدیش هم گذاشته، اینم آیدی اینستاگرامش. کسرا جون مبارکت باشه، من بهت مسیج میدم رنگ هدفون تو انتخاب کنی.